چند روز میشه که شاهد اعتراض پرستاران در بیمارستان‌های مختلف در چند شهر کشور هستیم. برای اینکه بیشتر در جریان مشکلات این قشر زحمتکش قرار بگیریم، من گفتگوی تلفنی با یکی از این عزیزان داشتم. دوست پرستار من میگفت ما چون نیرو کم داریم و پرستاران فارغ التحصیل رو جذب نمی‌کنند، از طرفی سیل مهاجرت پرستاران هم شتاب بیشتری گرفته، میبینیم به دلیل کمبود نیرو به ما اضافه کاری های اجباری میدن. بعد بابت اضافه کاری ها یه چندرغاز در حدود ساعتی 20,000 تومان بیشتر نمیدن. تازه همینو هم سر وقت نمیدن و ما معوقات زیادی رو طلب داریم. بعد میگفت واقعا این بیگاریه، کار پرستاری شده بیگاری. ساعتی 20,000 تومان یعنی قیمت یه پفک. بعد یه پرستار که هم از کار جسمانی خسته است، هم بار روانی که بر دوشمون داره، از بابت اینکه حقوق خوبی هم نمیگیریم، ما چه راندمانی میتونیم داشته باشیم؟ خب پرستاران بیشتر خانم هستن. میگفت که شما فکر نمیکنید که ما جدای از شغلمون خونه و بچه و زندگی داریم؟ بعد ما هیچ تسهیلاتی نداریم، دستمزدهامون خیلی پایینه، حقوقامون رو با تاخیر میدن. واقعا جسممون خسته و روح روانمون داغونه. ما با بیمارا سر و کار داریم، باید انرژی و توان مضاعف داشته باشیم. با این شرایط آیا حوصله کار و رسیدگی به بیمار رو ما داریم؟ بعد میگفت که میدونی کجاش درد داره؟ این که وزیر بهداشت که باید پاسخگوی من کارمند باشه برداشت رفته عراق، به وضعیت بهداشتی کاروانهای اربعین رسیده کنه. آدم دردشو به کی بگه؟ درد دلهای دوست پرستار من تمامی نداشت. توی این کشور با این سیستم مشکلات روز به روز بیشتره. ای کاش بقیه اصناف هم به پرستارا ملحق می شدن و ما باید حتما به اون روز برسیم که در یک نقطه به هم وصل بشیم و سیلی بنیانکن ایجاد کنیم. سیلی که درخت ظلم و ستم رو از ریشه برکنه.